جهان بی خدا. نویسنده دیوید مایلز، گوینده احسان عطاری. بخش سوم، افسانه جهنم. ادعای بودن خدا همیشه بخشی از گفتگوهای دلکش میان خداپرستان و سکولارها بوده است. مردان خدا میگویند تنها یک نیروی فراطبیعی میتواند جهان هستی را به هستی آورده باشد. این افراد با اندیشه دینی هیچ یک از تئوری‌های دانش درباره سرچشمه جهان هستی که تنها بر پایه روشنگری‌های طبیعی باشد را نمیپذیرند. اما دانشمندان میگویند هیچ گواهی برای بودن خدا، اهریمن، جن، فرشته یا هر چیز فراطبیعی وجود ندارد. دانشمندان به ما یادآور میشوند که در واقع سنگباره‌های تازه پیدا شده و فناوری نوین DNA گواهی‌های سنگینی بر اینکه انسان از گونه‌های پایین حیات پیدا شده ارائه می‌دهند. و سرانجام شکگرایان دینی میگویند بدبختی‌های مرگباری مانند گردباد، زمین لرزه، سیل، قحطی، خشکسالی و بیماری‌های مادرزاد یا دیگر بیماری‌ها نشان می‌دهند که جهان ما از سوی خدای مهربان و نیرومندی طراحی و ساخته نشده است. به هر حال هدف این بخش شک نمودن در وجود خدا نیست، بلکه برای هدف این گفتگو ما خواهیم پنداشت که خدایی هست، زیرا هدف این بخش رد نمودن نیرومندانه جهنم مشهوری است که میلیون ها نفر باور دارند خدا برای کیفر دادن گناهان برپا کرده است. پس پرسش این بخش آیا خدا هست نیست، بلکه پرسش پرسیده شده و به باور من پاسخ داده شده این بخش آیا خدا جهنم برپا می کند است؟ خرد درست به ما می گوید تنها اگر خدا دلیلی برای کیفر دادن داشته باشد جهنم را برپا خواهد نمود. به بیان دیگر خدا به طور دل بخواه تصمیم نخواهد گرفت که از سوزاندن و شکنجه کردن انسانها و البته فرشتگان رجیم خوشحال شود و جهنم را بر پایه این جستار برپا نماید، چون از این سناریو برداشت می شود که خدا رفتار دیگر آزاری داشته و برای خرسند نمودن خود با دیدن رنج و شنیدن ناله های دردآور این توده بزرگ آتش را آفریده است. ما هیچ دلیلی برای اینکه خدا نمی تواند رفتار دیگر آزاری داشته باشد نداریم، ولی چون این اندیشه‌ای چندان با معنی نیست. ولی اگر گمان کنیم خدایی که به اندازه کافی خرد داشته که جهان و هستی را در آن بیافریند دارای روانی بیمار نیست، خیلی با معناتر است و بی گمان نباید آن اندازه سنگ دل باشد که از رنج دیدن آفریده های خودش شاد گردد. پس نتیجه گیری منطقی این است که هر خدایی افراد را زمانی در جهنم کیفر خواهد داد که برای آن دلیلی داشته باشد. پس با در نظر گرفتن کیفر جهنم به دست خدا، ما احتمالهایی که در پی می آید را این چنین داریم. 1. خدا دلیلی برای آفریدن جهنم دارد و بنابراین آن را آفریده است. 2. خدا دلیلی برای آفریدن جهنم ندارد، ولی با وجود این آن را آفریده است، زیرا از آزار دیگران خوشش می آید. و 3. خدا دلیلی برای آفریدن جهنم ندارد و بنابراین آن را نیافریده است. اکنون باید بکوشیم تا میان اجرای کیفر بدون دلیل و اجرای کیفر با دلیل درست تفاوت بگذاریم. ما نخست می باید درباره کیفرهای شناخته شده در جوامع مدرن همراه با دلیل‌های چنین کیفرهای اجتماعی گفتگو نماییم. ما درباره این کیفرهای اجتماعی گفتگو می‌کنیم تا بنیاد قیاسی را پایه‌گذاری نماییم که بتوانیم بر روی آن تفاوت‌گذاری خودمان از جستارهای خردمندانه و مسخره‌آمیز را دریابیم. در اینجا سوالات گوناگونی پیش می‌آید.
چه دلیل هایی برای ایجاد انگیزه کیفر دادن هست؟ چرا قانون شکن ها را روانه زندان می نمایند؟ چرا دانش آموزان بی نظم از آموزشگاه اخراج می شوند؟ به طور کلی سه دلیل اصلی برای این پرسش که چرا کسی کیفر داده می شود وجود دارد. 1. برای برپا داشتن یک رویه قضایی در جامعه تا از بزهکاری های آینده جلوگیری شود. 2. برای جدا ساختن بزهکار از کسانی که حقوق آنها را زیر پا گذاشته است. 3. راهنمایی نمودن بزهکار برای سودرسانی به خودش و افراد دیگر. حال بگذارید به طور کوتاه هر یک از دلایل کیفر دادن را بازتر کنیم. 1. بازداری. ما همگی می‌کوشیم تا جایی که می‌شود زندگی بهتری داشته باشیم. کار می‌کنیم تا دیده‌ها و نادیده‌هایی که خواسته‌های خودمان می‌دانیم را به دست آوریم و از بارهای گران بیهوده رها شویم. و به طور کلی هر کسی این کنش را به گونه‌ای که سد راه حقوق دیگران نشود انجام می‌دهد. به هر حال بدبختانه شماری از مردم چنین دیدگاهی را درباره حقوق همسایگان خودشان ندارند. اقلیت بسیار کوچکی از مردم در راه شادی خودشان به طور جدی به حقوق دیگران در جامعه تجاوز می کنند. برای نمونه شاید کسی پول کس دیگری را بدزدد. برای چنین رفتار غیر اخلاقی وی از سوی اکثریت محکوم می شود. قانون‌ها برای پاسداری از رفاه همگانی هستند. یک قانون می‌گوید برای دستبرد زدن به پول می‌باید یک گونه کیفر ویژه وجود داشته باشد. بودن بازداشتگاه و زندان به امید این است که افرادی که قصد تجاوز به حقوق دیگران را دارند از این کار باز دارد. این بازداری نرخ بزهکاری را کاهش داده و جامعه از آن سود خواهد برد. کسانی که 40 ساله هستند به یاد می آورند زمانی که در دبستان خانم آموزگار چوبش را از روی میز خودش بر می داشت و می گفت یاد گرفتی، بچه نخاله کلاس بیگمان بار دیگر که دهان خود را باز می کرد یاد گرفته بود و حتی ممکن بود آن بچه نخاله به مرد جوان ساکتی فرو رفته در کار کلاسی خودش تغییر می یافت. ترس این بچه نخاله از چوب بیشتر زمانها از شیطنت‌های آینده او جلوگیری می‌کرد. گوشمالی دادن به اقلیتی بدرفتار کلاس منظمی درست می‌کرد که همه در آن می‌توانستند یاد بگیرند. بازداری برای بهتر ساختن شرایط برای اکثریت یکی از دلایل کیفر نمودن توسط قانون برای حد شکنان بالقوه است. 2. جداسازی. در هر جامعه ای همواره اقلیتی از انسان ها هستند که اگر اجازه یابند آزادانه پرسه بزنند یک دم از زمان را برای زیان زدن به دیگران از دست نمی دهند. برای نمونه چارلز میسون با دستور دادن به پیروانش برای آدم کشی دست جمعی بدون شک حقوق شهروندان پیرو خیش را زیر پا گذاشت. مقام‌های مسئول میسون را همچون یک تهدید بسیار خطرناک برای جامعه دانسته که آزاد نمودن این قصاب مشهور بیگمان به کشته شدن شماری دیگر از افراد جامعه می‌انجامید. چون اکثریت افراد جامعه با اعدام موافق نبودند، میسون تبعید شد. گوشمالی دادن توسط عمل جدا نمودن همچنین در آموزشگاه‌های دولتی نیز به کار گرفته می‌شود. رفتارهای زننده در کلاس، شکستن ابزارهایی در کلاس یا تهدید و آزار دیگران چه بسا به معلق یا اخراج نمودن دانش آموز بیانجامد. پس جدا ساختن برای جلوگیری از تجاوزهای آینده به حقوق دیگران یک دلیل دیگر برای کیفر دادن می سازد. 3. بازپروری. افرادی که با کنش‌های بزهکارانه گناهکار شناخته می‌شوند، خودشان را بارها پشت میله‌ها می‌بینند. جامعه امید دارد این متجاوزان، کسانی که با تهدید به کیفر شدن از کنش خیش بازداشته نمی‌شوند، با بودن در بندی ناخوشایند، از کارهای زشتشان در آینده بازداشته شوند.
علاوه بر این، بسیاری از زندان‌ها با آموزش یک حرفه یا صنعت به این متجاوزان در بازپروری آنها می‌کوشند. اگرچه بیشتر نهادهای کیفری دارای کمبود امکانات مورد نیاز در این زمینه هستند، شمار اندکی آموزش‌هایی در رشته‌های الکترونیک، تأسیسات و نجاری برای زندانی‌ها ارائه می‌دهند. جامعه امید دارد این متجاوزان با فراگیری اندیشه‌ها و رفتارهای گوناگون از کنش‌های بزهکارانه هنگام آزادی خودشان در آینده خودداری نموده و از این رو جامعه سود ببرد. تأدیب یا بازپروری دلیل دیگر کیفر دادن است. اینها سه دلیل برای اینکه چرا کسی کیفر داده می‌شود را نشان می‌دهد. به هر حال باید بپذیریم که بازداری، جداسازی و بازپروری دلیل‌هایی برای کیفر دادن هستند، فقط برای اینکه نتایج سودمندی می‌دهند. از این رو کیفر یک شخص یا اعلام احتمال آن، یعنی بازداری که محیط اجتماعی بهتری نسبت به نبودن کیفر می‌سازد، یک دلیل برای بودن مجازات است. اکنون باید میان اجرای کیفری که دلیل درستی دارد و کیفری که تنها برای انتقام یا شاد شدن از دیگر آزاری انجام می شود تفاوت گذاشته شود. تمامی کلیساها و مساجد و کنیسه ها روزه می خوانند که خدا برای کیفر دادن روحهای کافر و فرشته های رجیم دلیل داشته و برای همین جهنم را آفریده است. اکنون ما منطق، اعتبار و اخلاقی بودن این گفته را بررسی می کنیم. بازداری. چون بازداری سبب جلوگیری از کنش‌های بد جامعه ستیز است و چون این کنش‌های بد برای شخص یا گروهی ناخوشایند است، ما به بازداری ارزش می دهیم و می توانیم این بخش را به دو گونه تقسیم کنیم. یک، جهنم برای بازداشتن از گناهان جامعه ستیزی آفریده شده برای سودرسانی به انسانیت، و دو، جهنم برای بازداشتن از گناه آفریده شده برای سودرسانی به خدا. بنابراین نخستین پرسش پیش رو چنین است: آیا خدا جهنم را برای سودرسانی به انسانیت و یا همچون یک بازدارنده از گناه آفریده است؟ اگر گمان کنیم ترس گسترده از جهنم همچون کنشگری بازدارنده از بزه و گناه برای بشریت سودمند خواهد بود، با این پرسش روبرو خواهیم شد که آیا سود به دست آمده از بازداری بر بهای رفتن به جهنم برای همیشه و ابد میچربد؟ پاسخ یک نه حسابی است. برای مثال بیایید گمان کنیم کسی شما را برای شام به بهترین رستوران شهر دعوت کرده است. وی قول داده شما را با لیموزین خودش ببرد، با خرج خودش شام بدهد و بادگساری کنید و بعد شما را به خانه بازگرداند، ولی در عوض برای دست و دلبازی خودش پافشاری می کند و برای خرسندی حس آتش افروزیش خودش خانه شما را آتش بزند. گزینه های شما: الف، دعوت به شام را می پذیرید و چون پیامد آن خاکستر شدن خانه شماست آن را قبول کرده و به چشم خیش می بینید، و یا ب، برای نگهداری خانه خود از ویرانی و آتش گرفتگی دعوت را نپذیرید. بیگمان هر کسی برای پرهیز از زیانی بزرگ، یعنی خرابی خانهش، دعوت به شام را رد می کند. اگر شما به گونه گزینشی تنها واقعیت دعوت نمودن آن نفر از شما به شامی شاهانه را ببینید، آنگاه می توانید بگویید که دعوت خوبی است، ولی با دیدن موقعیت کلی می باید نتیجه بگیرید که دعوت شدن چون که زیانش بسیار بزرگتر از دستاوردش که همان شام رایگان است سودمند نمی باشد. و در مطابق سازی این مثال، جامعه انسانی در داستان ما البته که گزینه ب را به گزینه الف ترجیح می دهد. به بیان ساده تر، بدی داشتن جهنم بر خوبی های آن می چربد. پس آفرینش جهنم یک زیان درست و حسابی برای انسانیت است.
گواه دیگری برای اینکه آفرینش جهنم همچون یک کمک کننده به بازدارندگی از گناه ضد اجتماعی به سود انسانها نیست نیز وجود دارد. نخست مردم ترسان از جهنم بسیاری از کنش‌های شادی آفرین حرام شده از سوی دین ولی قابل بخشش از سوی جامعه را انجام نمی‌دهند. بدبختانه افراد عذاب شده دینی از انجام بسیاری از کنش‌های شادی آور که تجاوز به حقوق هیچ کسی هم نیست می‌ترسند. تحمل چنین مازوخیسمی به خیش هیچ سودمندی ندارد. دوم این که حتی زمانی که فردی دینی خطر یکی از این کنش‌های حرام مانند رابطه جنسی پیش از ازدواج را انجام می‌دهد، بیشتر زمانها باور دارد که برای ابد در آتش خواهد سوخت. بنابراین وی بدون نیاز و بدون هیچ سودی از نگرانی و بزه رنج می‌کشد. سوم این که خدا با دانش بیکران خیش باید پیشاپیش بداند که جامعه انسانی سامانه کیفری خودش را که به عنوان یک بازدارنده زیر پا گذاشتن حقوق دیگران است سرانجام برپا خواهد ساخت. و چهارم این که خدا همچنین باید می دانست که بسیاری از مردم به هیچ رو جهنم را باور نخواهند نمود و بنابراین تهدید به عذاب جاویدان راهی نیست که آنها را از گناه بازدارد. پس در پاسخ به این پرسش که آیا خدا جهنم را برای سود رسانی به جامعه انسانها همچون بازدارنده ای از گناه با تهدید به عذاب در جهنم آفریده است؟ باید پاسخ دهیم که خیر، اصلاً نه. در این گام پرسش دیگری به ذهن می رسد. آیا خدا جهنم را برای سود رسانی به انسانها نه تنها برای بازداری از گناه و بزه بلکه برای برانگیختن انسانها به توبه کردن و نجات یافتن به دست عیسی مسیح یا دیگر پیامبران ابراهیمی آفریده است؟ در پاسخ به این پرسش باید به یاد آوریم که هدف اساسی و نتیجه توبه نمودن رها شدن از آتش جهنم و رفتن به بهشت است. و دیگر اینکه کسی نمیتوانست در جهنم بسوزد اگر از آغاز آفریده نشده بود و گناهی مرتکب نمیشد. و دیگر اینکه چون گمان میشود بیشتر انسانها یا کافرند یا گناهکار و در آتش جهنم قربانی خواهند شد تا اینکه به خاطر بودن جهنم توبه کنند، پس باید نتیجه گیری کنیم که هدف آفرینش جهنم سود رسانی به جامعه انسانی نداشته، ندارد و نخواهد داشت. پس باید در پاسخ این پرسش بگوییم خیر، این گونه نیست. اگر آفرینش جهنم به سود انسان ها نیست، آیا می شود هدف آن بهره رسانی به خدا باشد؟ چون با ترسانیدن انسان ها آنها از رفتارهایی که پایه‌گذار اعتراض می شود خودداری می کنند. به بیان دیگر، آیا خدا کوشش نموده جهنم را برای انسان ترسناک سازد تا با فشار وی را به پرستش خودش وادار کند؟ پذیرش این پندار همچون یک تصویر دقیق از سرشت خدا در دیدگاه من یک ادعای بسیار کفرآمیز است. این سناریو به طور سربسته می رساند که خدا رفتاری بسیار بدتر از استالین یا هیتلر در اوج خشونت جنگ دوم جهانی دارد. چون استالین یا هیتلر اهداف ویژه‌ای داشته که می خواستند به آنها دست پیدا کنند. به عنوان رهبران ملت خیش، آنها همچنین توان شکنجه نمودن یا کشتن و یا رها نمودن مردم را داشتند. استالین و هیتلر نیز راه بربریت و سنگدلی را برگزیدند، چون خواسته های آنها بر مهربانی چیره بود و تابع نقشه های خودپسندانه خودشان بودند. همانند استالین و هیتلر که ناچار به گزینش کشتن یا نکشتن شهروندان خود یا همسایگان کشورشان گردیدند، خدا نیز اگر باشد ناچار به گزینش بردن یا نبردن میلیاردها انسان به جهنم خواهد شد. تاریخ به دلیل‌های خوب به استالین و هیتلر چون انسان‌های زیان‌آور یا دیوانگانی دیگر آزار نگاه خواهد نمود،
چون حکومت مستبدانه غیر انسانی بر ملت‌ها و انسان‌هایی که فرض می‌شود سد راه اهداف آنها بودند داشتند. اگر ما به این نتیجه برسیم که خدا جهنم را برای بازداری از رفتارهای انسانی که خودش دوست ندارد آفریده، بنابراین ناگزیر می باید به این خدا نیز لقب شرور و دیگر آزار بدهیم، چون او نیز به همین دلیل انسانها را برای رسیدن به اهداف خیش عذاب خواهد داد. نیازی به گفتن نیست که شماری از مذهبیون دیندار از این ویژگی ناهنجار خدای دوست داشتنیشان خشمگین شدند. آنها همواره ادعا دارند خدا به هر کس اراده‌ای آزاد برای تصمیم گیری درباره سرای ابدی خیش با پذیرفتن یا نپذیرفتن منجی که برای آنها فرستاده داده است. به هر روی رهبران کلیساها یا مساجد تمام این استدلالات خیش را با ادعای اینکه خدا دانا به هر چیزی است و او دارای دانش گذشته، حال و آینده است باطل می کنند. از این رو این واقعیت که بیشتر انسان‌ها پیامبر را راستگو ندانسته و بنابراین در آتش ابدی خواهند سوخت برای خدا از قبل روشن بوده، حتی پیش از اینکه تصمیم به آفریدن جهنم بگیرد یا پیش از اینکه انسان را بیافریند و پیش از اینکه دادن یک روح ابدی به انسان را برگزیند یا پیش از اینکه سرنوشت روح انسانها را مشروط به پذیرش سخن پیامبران نموده باشد و حتی پیش از اینکه تصمیم بگیرد شیطانی بیافریند تا انسان را فریب داده که از پیامبران دل ببرند. به بیان دیگر، اگر همچنان که دیندارها باور دارند خدا به درستی دانش مطلق داشته باشد، پس باید پیشا پیش دیده باشد که نقشه بزرگ وی برای انسان مصیبت آمیز است. با این حال، طبق آموزه های کتب مقدس، وی نقشه خودش از رستگاری مشروط را ارائه نمود و با اینکه خودش از ابتدا آگاه به انتهای مسیر انسانها بود، به آنها اراده آزاد داد و بنابراین میلیاردها نفر از کسانی که وی آنها را آفریده برای ابد گرفتار عذاب جهنم خواهند شد. بنابراین مسئولیت هر درد و رنجی که بر سر انسان بیاید مستقیماً به عهده اوست. حال بیایید نگاهی بیاندازیم به آموزه‌های مسیحی. آنها میگویند بدون ریخت شدن خون قربانی نمی شود گناهی بخشیده شود و خدا تنها خواسته که ما جانی که عیسی بر صلیب برای ما قربانی نموده را بپذیریم. حال می توانم بپرسم چه کسی این قانون را گذاشته که بدون ریختن خون قربانی گناه بخشیده نمی شود؟ پاسخ باز هم خدا می باشد. اگر به راستی خدا قادر مطلق بود، می توانست اعلام کند مثلا با نوشیدن شراب سیب گناهان بخشیده می شود، یا مثلا اگر باد معده را خالی نکنید گناه بخشیده می شود. اگر خدا قادر مطلق بود، می توانست برای بخشیدن گناهان هر کاری که می خواهد انجام بدهد، همچنین بخشیدن بدون شرط همه کافران را به انجام برساند. در واقع این پندار که خدا پیش از فرود آوردن بخشش خودش طلب قربانی می کند، اشاره به جانور خویی دستگاه اندیشه در فرهنگ های ابتدایی زمانی که کتاب مقدس نوشته می شد می کند. در واقع می بینیم خدای کتاب مقدس از پندارهای انسان تشنه خون انتقام جو برخواسته است. اگر خانواده یا دوستان من در حقم بدی کنند، به زودی آنها را بخشیده و کینه دراز مدتی از آنها به دل نمی گیرم و با همه هستی خودم شرط می بندم شما نیز همین کار را می کنید. هیچ هدف خردمندانه‌ای در داد و بیداد کودکانه یا حتی در خشمهای بسیار کودکانه که در پی وحشیگری و انتقامهای بی خودی می باشند نیست. علاوه بر این، هرگز تقاضای ریختن خون قربانی برای جبران رفتار ناشایسته دوستان یا خانواده خودم را نیز نخواهم داشت، چون این تلافی خونینی تنها از سوی سران مافیا، نه از سوی یک هستی با مهربانی بیکران برخواسته می شود.
حتی ما انسان‌های پست نیز دریافته‌ایم که از نظر اخلاقی بسیار ناپسند است که انسان‌ها را به دلیل باورهای دینی آنها بدون توجه به اینکه چه اندازه باورهای آنان را نادرست ارزیابی کنیم عذاب داده شوند. برای نمونه، برخلاف قانون است که به کسی کار یا خانه اجاره ندهیم چون باورهای آن خانم یا آقا از نسخه خودمان از حقیقت تفاوت دارد. بیگمان، آن خدا با آن همه عشق و مهربانی بیکران از ما انسانهای پست بیشتر مهربانی و بخشندگی دارد. اما متاسفانه بر طبق آموزه‌های دینی، خدا خودش بزرگترین متعصب است. چرا که بارها گفته خدا نقشه دارد که انسانها را برای باورهای ناهمسان دینی به گونه‌ای ترسناک و ابدی عذاب نماید. سرانجام مذهبیون مدعیند خدا ناچار است کافرها را عذاب دهد چون خودش بسیار منزه است. و این پرسش را نادیده می گیرند که چگونه خدای قادر متعال می تواند ناچار در انجام کاری باشد. و نادیده می‌گیرند که سرشت متناقض عذاب الهی سراسر استدلال خدای منزه را خودش به طور فلسفی پوچ می‌کند. اکنون بگذارید دوباره پرسش اصلی دستور کارمان را بازگو کنیم. آیا آفرینش جهنم با بازداری از کنش‌های انسانی که خدا از آن خوشش نمی‌آید در پی سودرسانی به خداست؟ به نظر می رسد دو پاسخ درست برای این پرسش وجود دارد. یک، بله، این گونه که اگر ما نتیجه بگیریم این خدای استالینی هیتلری می خواهد هوس‌های خود را برآورده سازد، یعنی با ترس و تهدید دیگران را به زندگی پرهیزکارانه بکشاند به جای اینکه انسان بار رفتار کند. قادر مطلق توجه ندارد که آفرینش جهنم عذابی ابدی برای انسان‌هایی است که او خودش آنها را آفریده و نیز زمانی که هشدار می‌دهد ببخش و فراموش کن ریاکار است چون او بخشش خودش را مشروط نموده است. بنابراین کنش‌های وی کاملاً درست مانند یک نادان است. و شماره دو، نه، اگر نتیجه بگیریم که خدا به طور عمدی با ستمکاری و بدون هدف عذاب را تحمیل نمی کند. سوالی دیگر، آیا خدا جهنم را آفریده تا نیکوکاران را از بدکاران جدا سازد؟ یکی از باورهای اساسی دیندارها این است که هیچ گناهکاری نمی تواند از پل صراط بگذرد. علاوه بر این آنها باور دارند کسانی که پیامبران و امامان را به عنوان نجات بخش تکذیب کنند از نظر خدا گناهکارند. مذهبیون خردمندانه نتیجه گیری می کنند که انسانهایی که پیامبران را تکذیب نمایند نمی توانند به بهش راه پیدا کرده و باید به جهنم بروند. کلیسا و مسجد و کنیسه می گوید خدا نمی خواهد حکم کند که کافرها به جهنم بروند، ولی چون او بسیار ملکوتی است ناچار است که کافرها را بیرون از بهشت برین خودش نگه دارد. اگر گمان کنیم که خدا هست و بهشت وی در آسمان ها در جایی که گناه نمی تواند وارد شود وجود دارد، بنابراین می شود پذیرفت که به دو گونه غیر جهنمی و منطقی می توان کافرها را از نجات یافتگان جدا ساخت. یک، خدا پس از مرگ گناهکار می تواند روح گناهکار را مانند پیش از به دنیا آمدنش نیست کند. دو، خدا پس از مرگ گناهکار می تواند کافر را به جایی دور از بهشت ببرد، ولی جایی که عذاب بی خود انجام نمی گیرد. حتی هرچند یک خدای متعال ناچار باشد از ورود روحهایی که پیامبران را دروغگو خواندند به بهشت جلوگیری کند، هر یک از راهکارهای بالا می تواند به همان هدفها برسد. هیچ نیازی به عذابهای وحشیانه یا سادیسمی برای جدا کردن روح‌های سرگردان از نجات یافتگان نیست. برای مقایسه، گمان کنید شما در خانه هستید و با شماری از دوستان درباره هدیه‌ای که برای جشن تولد پسر 5 ساله خودتان که به زودی فرا می‌رسد خریده اید گفتگو می‌کنید. در میان گفتگو، پسر شما به اتاق می‌آید.
چون بیگمان شما نمیخواهید پسر از گفتگوی شما باخبر شود، از دختر خودتان که بزرگتر است درخواست میکنید که با برادر خودش در جای دیگری بازی کند. ممکن است دختر و پسر شما به اتاق دیگری بروند، یا در مهمانخانه تلویزیون تماشا کنند، یا به خانه همسایه بروند. ولی واکنش بسیار افراطی این است که دختر شما کوشش کند برای اینکه برادر خودش را از گفتگو دور کند، وی را به پشت خانه برده و وی را در بشکه پسماندها که در حال سوختن است پرت کند. استدلال جداسازی کلیسا از نظر منطقی و اخلاقی از این داستان ترسناک بهتر نیست. بنابراین در برابر پرسش آیا خدا جهنم را برای جدا کردن نیکوکاران از بدکاران آفریده است؟ باید پاسخ دهیم نه، چون این هدف از راه‌های انسانی تری نیز به دست می آید. سوالی دیگر در رابطه با بازپروری. آیا خدا برای بازپروری کسانی که در طول زندگی خودشان از دستورهای کتاب مقدس پیروی نکردند جهنم را آفریده است؟ ولی این اندیشه که هدف جهنم بازپروری کافرهاست بیدرنگ رد می شود، چون کلیسا و مسجد می گویند که عذاب برای ابد ادامه پیدا می کند. هیچ کس رها نمی شود. حتی اگر برای خنده نیز گمان کنیم که در جهنم کافرها به عالمان دینی تبدیل می شوند، باز هم عذاب جهنم هیچ هدف سودمندی ندارد، چون کافرهای باز پرورده شده هیچگاه به جامعه بر نمی گردند که سودی از درست شدن آنها به دست آید. واضح است که نه جامعه خودش و نه هستی طبیعی یا فراطبیعی قابل تصوری از سوختن شدید و ابدی انسانها سودی به دست نخواهد آورد. کوتاه سخن این که کیفر نمودن تنها زمانی که سودی واقعی یا بالقوه برای کسی یا گروهی داشته باشد دلیلی برای اجرا شدن دارد. در غیر این صورت کیفر دادن به انتقامی وحشیانه و بیخود از سوی کسی که تنها هدف سادیسمی وی تحمیل رنج به انسانهاست تغییر می کند. علاوه بر این، ما درباره تمام انگیزه های احتمالی خدا برای آفرینش جهنم نیز اندیشیدیم، ولی هیچ دلیلی پیدا نشد. به هر روی صادقانه بگوییم باید تأیید کنیم کلیسا و مسجد هرگز ادعا نکردند که آفرینش جهنم برای بازپروری روح هاست. گرچه الهیاتدان ها گهگاهی بازداری از گناه و جداسازی روح ها را بخشی از انگیزه خدا برای جهنم به شمار می آورند، ولی هرگز این استدلال های معیوب به تنهایی و یا چون دلیلی اصلی برای بودن جهنم دانسته نشدند. پس دلیلی که کلیسا و مسجد برای عذاب جهنم می آورند چیست؟ از دیدگاه تاریخی کلیسا و مسجد به طور پیوسته ادعا کردند انسانها در جهنم عذاب خواهند کشید، چون آنها پیوسته در گناه بوده و پیامبران را به عنوان نجات بخش تکذیب کردند. آیا به واژه‌های پیوسته بوده و تکذیب کردند توجه می‌کنید؟ همان گونه که به روشنی از این واژه‌ها دریافتید به گذشته اشاره دارند. به بیان دیگر این عذاب آتشین حتی بر طبق گفته های کلیسا و مساجد به طور انحصاری به تجاوزهای گذشته اشاره نموده و هیچ گرایشی به تأثیرهای سودمند در آینده ندارد. بنابراین عذاب جهنم خودش یک پایان است و بدون هیچ هدف سودمندی برای آینده اجرا شده است. مدافعان مذهبی هیچ دلیل یا هدفی را برای اینکه چرا خدا انسانها را عذاب می کند نمی آورند و نیز ادعای اینکه خدا ناخواسته ناچار به عذاب انسانهاست نیز انکار قدرت لایزال و توانایی های بیکران خداست. ادعای اینکه خدا می خواهد انسان را عذاب کند نیز رد مهربانی خداست. می‌بینید که در میان خود آموزه‌های دینی نیز جنگ و تنازع و اختلاف وجود دارد. به عنوان آخرین استدلال پوشالی، رهبران دینی ادعا می‌کنند که ما انسان‌ها آن اندازه خرد نداریم که نقشه اصلی خدا را دریابیم. تا
تنها، احمق در قلب خود میگوید خدا نیست. کتب مقدس گفتار عالی و بدون لغزش خداست، وگرچه ما نمیتوانیم همه رازهای خدا را دریابیم، ولی میدانیم خدا همیشه ثابت و با دادگری رفتار میکند. درست همان گونه که کودکی شاید در نیابد که چرا از سوی پدر و مادری دوست داشتنی تنبیه می شود، چه بسا ما نیز هدف آخرین خدا را درک نمی کنیم. اگر خدا برای عذاب انسانها و شیطان رجیم جهنم را آفریده، پس بدون شک دلیل خوبی برای انجام آن دارد. مغالطه های روشنی در این منطق است که کورکورانه نتیجه ای را که باید ثابت کند میپذیرد. اگر شما استدلال خیش را با این پیش فرض ها آغاز کنید: 1. خدایی هست. 2. او خدای کتاب مقدس است که برای هر دینی متفاوت است. 3. او همیشه رفتار عادلانه دارد. 4. او قادر مطلق و خرد بیکران دارد. 5. جهان، زمین، انسانها، بهشت و جهنم را او آفریده. و 6. همه کنش‌های وی دارای هدف است. اگر تمام این پیش‌فرض‌ها را بپذیرید، بدون شک برایند شما نتیجه گیری استنباط منطقی توتیبار همین مقدمه هایی است که همکنون بدون نقد با ایمانی کور آن را پذیرفته اید می باشد. چون این منطقی با اثبات بودن بتمن با استناد به گواهی پسر شگفتانگیز رابین یکسان است. نتیجه گیری هر کسی که مقدمه های پیشین آن خودشان باورهای تعصب‌آمیز یا اندیشه های خیالی باشد ارزشی ندارد. و سرانجام در قرن کنونی می‌بینیم که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا کیفر دادن غیر عادی با بی‌رحمی را، حتی هر اندازه که گناه انجام شده از سوی گناهکار شگفت‌انگیز و بد باشد، سزاوار ندانسته است. این بدان معنی است که نمیتوان حتی قاتل‌های سریالی یا بچه‌بازها را در زمانی که در بند هستند شکنجه یا به طور فیزیکی مورد سوء استفاده قرار داد. به هر حال درباره خدا به نظر می رسد هیچ اندازه ای از شکنجه و عذاب برای خاموش کردن حرص وی از انتقام کافی نیست. کافرها با بیرحمی کامل برای همیشه، نه هزار سال، 1,000,000 سال یا 1,000,000,000 سال، بلکه برای ابد می سوزند. درباره این بیاندیشید. مثلا اگر شما به دختری که لباس شنا پوشیده بیش از اندازه خیره شوید، بیش از 1,000,000 سال برای این کار غیر اخلاقی خدا شما را عذاب خواهد داد. یا مثلا اگر شما تربیت شده پدر و مادری مسلمان باشید و به جای دین خودتان دین مسیحیت را برگزینید، برای این خداشناسی نادرست بیش از 1,000,000 سال عذاب خواهید کشید. اینطور که معلوم است می‌بینید که جفرسون و مدیسون و دیگر نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده نسبت به پدر آسمانی کتب مقدس مسیحی یا الله قرآن بیشتر دلسوزی و مهربانی نشان دادند. آیا شما به عنوان پدر و مادری مهربان کودک خود را برای رفتاری نادرست شکنجه داده و به چوب بسته و خواهید سوزانید؟ در این میان شاید مسیحیان ادعا کنند که انسان‌های نجات نیافته پسران خدا نیستند، ولی آیا سزاوار است کودکانی که با شما پیوند خویشاوندی ندارند را آزار دهید؟ من امیدوارم و به شما اعتماد دارم که پاسخ شما نه است. خب پس چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ عده‌ای نتیجه می‌گیرند که جهنم هست. این نتیجه بدین معنی است که خدا ترجیح می‌دهد که انسان‌ها را به جای اینکه بدون شرط ببخشد، شکنجه و عذاب نماید. این نتیجه‌گیری به خدا اتهام می‌زند که جهنم را بدون هیچ دلیلی تنها برای شکنجه و عذاب دادن آفریده است. از این روی همان گونه که توماس پاین گفته، درست‌تر است که کتاب مقدس سخنان شیطان نه سخنان خدا نامیده شود. اگر با این پندار که خدا هست پیش برویم،
من با استواری باور دارم که این ادعای کفرآمیز که او جهنم را آفریده توهینی بزرگ به خدا به شمار می آید. حال ادعای دیگر که نتیجه می گیرند جهنم نیست. این نتیجه گیری یعنی این که خدا تصمیم به تحمیل شکنجه و عذاب بی هدف و دیگر آزاری به روحهایی که آفریده را ندارد. این نتیجه گیری اتهام ساختن جهنم را نه به خدا بلکه به انسان می زند که به نظر من این مورد احتمال بیشتری دارد. همان گونه که روبرت اینگرسل اشاره نموده، افسانه جهنم هر چه پستی، هر چه کینه‌توزی، هر چه خودخواهی، هر چه ستمگری، هر چه دشمنی و هر چه رسوایی که در قلب انسان میتواند جای بگیرد را نشان میدهد. خدا در واقع در پندار خود انسان آفریده شده است. بنیادگرایان مذهبی و خطر تصویرهای شهوت‌انگیز اینترنتی. در طول یک چهارم آخر سده، پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری آموزشی بیش از آموزش دبیرستان نیاز داشت. بنابراین سن میانه ازدواج به کلی از 18 سال بالاتر رفت و باز هم ما هر گونه ازدواج یا بچه دار شدن را پیش از پایان یافتن دانشگاه در سن 22 سالگی نابخردانه می‌بینیم. همچنان که درجه پیشرفت برای اقتصاد فردا بیشتر و بیشتر نیاز می شود، چه بسا میانه سن ازدواج نیز بالاتر رود. بنابراین واقعیت اقتصادی است که بیش از هر چیز دیگری درک ما را از آسیب دیدن مردان نوجوان از پندارهای جنسی سامان داده است. امروزه مردان کم و بیش با شکاف باطل 10 ساله از آغاز بلوغ جنسی و میانگین سن ازدواج روبرو هستند. به هر روی ژنتیک و هورمون‌های مردان نوجوان امروزی از روزهایی که کنش جنسی در آغاز نوجوانی هنجار پذیرفته شده بود تفاوتی نکرده است. در طول این شکاف گسترده میان بلوغ و ازدواج مردان نوجوان بارها استمنا نموده و به همین صورت دیدن تصویرهای شهوت انگیز در اینترنت در اکثریت آنها کارگر می شود. حال این پرسش را مطرح می کنیم. اگر در سراسر تاریخ انسان مردان نوجوان با نزدیکی کامل با دیگر همسنهای خودشان در خطر نبوده اند، پس چگونه است که امروزه با دیدن عکس چند خانم در اینترنت در خطر هستند؟ هیچ بررسی معتبر جامعه شناسی یا روانشناسی درباره این پرسش هیچ تأثیر پرگزندی از تماشای تصویر زن لخت یا از نزدیکی که برای بزرگ سالان است از سوی نوجوانان مرد روشن نساخته است. زمانی که همه دینها و نادانی‌های اخلاقی دور ریخته شوند، مخالفان تصویرهای شهوت انگیز اینترنت برای گواه آوردن تجربی آسیب دیدن مردان نوجوان، کسانی که به سادگی تصویرهای شهوت انگیز را چون محرک استمناع به کار می گیرند، به طور کامل شکست می خورند. سرانجام و نتیجه تمام استدلال‌های ضد شبکه‌های تصویرهای شهوت‌انگیز یا ماهواره‌ای همانند استدلال‌های ستیزنده با استمناع هستند. طبق گفته روحانیون، این کار خدا را اندوهگین می‌سازد، قلب را سیاه می‌کند و از مردان تبهکارانی دیواسا می‌سازد. باورمندان دینی هر حقی برای جار زدن اعتراض خیش درباره کالاهای جنسی و استمنا را دارند، ولی ما باید بدانیم که اعتراض آنها ریشه در علم و دانش ندارد، بلکه در دین دارد. شک کنید درباره سخنگوی هر دینی که ادعا می کند اعتراض به کالاهای جنسی پیوندی به باورهای دینی وی ندارد. زمانی که یک خانم جهادگر ادعا می کند که می کوشد کودکان را از خطرهای اینترنتی پاسداری کند، در واقع آنچه می گوید این است که او می کوشد روح نوجوانان را از جهنم پاسداری نماید.
چون این مجاهد نمیتواند استدلال متقاعد کنندهی برای شنونده پژوهشگر از کتابهای مقدس بیاورد، این خانم بایستی خطری ساختگی که گمان شود به طور کامل مستقل از باورهای دینی اوست بیاورد، یعنی تصویر زن لخت نرخ بزهکاری را بالا میبرد. بهترین راهی که من برای بیرون کشیدن انگیزه اصلی جهاد ضد جنسی می توانم به شما بگویم، گفتن این نکته است که در بسیاری از کشورهای اروپایی با اینکه قانونهای بسیار آزادانه تری درباره کالاهای جنسی دارند، اما نرخ بزهکاری پایین تر از کشورهای به اصطلاح مذهبی است. علاوه بر این، در کشورهایی مانند چین، ایران و عربستان سعودی که کالاهای شهوانی با مرگ کیفر داده می شود، به طور بیزار کنندهی بزهکاری بر ضد زنان عادی است. بنابراین اگر نرخ تبهکاری پیوند سرراستی با اندازه کالاهای شهوانی دارد، پس ما باید بیدرنگ برای کاهش نرخ بزهکاری همانند اروپا کالاهای جنسی بیشتری به کشورهای مذهبی وارد کنیم. در واقعیت به هر روی انگیزه راستین جهاد ضد جنسی هیچ بستگی با نرخ بزهکاری ندارد. این بنیادگرایان مذهبی می‌خواهند به آسانی دیدگاه‌های دینی خود را به هر کس دیگری با زور دولت و حکومت تحمیل کنند. شباهت‌های روانی بسیاری میان بنیادگرایان مسیحی و بنیادگرایان اسلامی که آیت الله خمینی را در 1979 به قدرت رساند وجود دارد. هر دوی این گروه های بنیادگرا می خواهند باورهای دینی خودشان چون قانون خردمندانه زمین پرسته شود. هر دو گروه در برابر دموکراسی و دیدگاه های دیگر سنگ دل هستند، زیرا تنها دیدگاه خودشان از سوی خدا فرمان داده شده است. هیچ یک از این گروه های بنیادگرا هرگز آزادی گزینش را روا نمی دانند که اجازه دهد به هر کسی تا دیدن یا ندیدن تصویرهای شهوانی را خودش برگزیند، و به جای آن می گویند که این بدبختی بزرگ کالاهای شهوانی باید از روی چهره زمین پاک شده و همه این کالاهای بنجل غیر اخلاقی به لعنت ابدی سپرده شوند. کشورهای پیشرفته و دموکراتیک غیر مذهبی اگر با فرهنگ سکولار و با پاسداری تاریخی و قانونی قانون اساسیشان میان رو نشده بودند، امروز نیز این متعصبان همانند نیاکان معنوی خودشان تمام کافران را آتش می زدند. مثلا زمانی که قدرت حکومت در دست مذهبیون مسیحی بود، اولین گام این بود که برای سوزاندن یک جادوگر آزمایش نزدیک از واژن وی از سوی کشیش یا فرمانده مرد انجام می شد. با شهوت کامل مرد انگشتان خودش را برای جستجوی تلسم شیطانی پنهان درون واژن جادوگر نموده و آن را از هم باز می نمود. خوشایند بودن این فرایند برای بازرس‌ها یکی از دلایلی است که چرا سوزاندن جادوگرها برای صده‌ها پیگیری می‌شد. و امروز نیز بسیار شرم‌آور است که در قرن بیستم هنوز کارگروه‌های ممیزی و فیلترینگ هنوز مشغول به کارند. شکی ندارم که در سده‌های پیشین همین گروه‌های به اصطلاح امر به معروف و فیلترینگ و ممیزی برای یافتن جادوگر و تلسم پنهانیشان با کوششی بیمانند جستجو می‌کردند. طراحی هوشمند یا خواست خدا، تازه‌ترین کیش مذهبی. از زمانی که من کتاب جهان بی خدا را در 2004 چاپ نمودم، یک کیش نوین نیرومند مذهبی برای برابری درباره شکهای خداپرستی و رخنه آن در جوامع مختلف پدیدار شده است. این جنبش هوادار فلسفه‌ای که طراحی هوشمند نامیده می شود است. درباره معجزات آن سالها بالای منبر روزه خواندند، ولی به تازگی بنیادگرایان و روحانیون به شدت به آن گرایش پیدا کردند.
در پایان سال 2004 جنبش طراحی هوشمند نیروی تازه‌ای یافته و با به کار انداختن بازوی نوع خشن سیاسی خود کوشیده است با فشار بسیاری کتاب‌های طراحی هوشمند را به کلاس‌های آموزشگاه‌های دولتی ببرد. من جنبش طراحی هوشمند را کیش نامیدم، چون همان گونه که نشان خواهم داد طراحی هوشمند از باورهایی پشتیبانی می‌نماید که همانندی کمی با آموزه‌های تاریخی مسیحیت یا اسلام دارد. طراحی هوشمند هیچ هماهنگی با معنای واقعی یا حتی استعاره‌ای کتب مقدس یا حتی تفسیرهای آنها درباره سرچشمه گیتی و انسان ندارد. از این رو هدف این بخش به روز رسانی دو چیز است: یک، رد نمودن استدلال نو که بارها گفته طراحی هوشمند گیتی را آفریده، و دو، برای نشان دادن آنکه حتی اگر طراحی هوشمند با ارزش ظاهری و بدون انتقاد پذیرفته گردد، انگاره‌های اصلی آن برای ناهماهنگی و رسوایی با مسیحیت و اسلام سنتی بر پایه کتب آسمانی برخورد خواهند داشت. کفری که به نظر می رسد شمار کمی از بنیادگرایان و ملاها آن را تایید کرده و آن را ارجمند بدانند. پیش زمینه تاریخی. چه بسا کسی بگوید فلسفه طراحی هوشمند به همان اندازه خود دین کهن است، چون دین کم و بیش بر پایه تعریف بایستی برخی از انگاره های طراحی هوشمند گیتی را داشته باشد، ولی خاستگاه اردوگاه طراحی هوشمند کنونی تازه تر است. پس بیایید به کوتاهی بازبینی کنیم چگونه و از چه زمانی این دسته به هست در آمده و به طور دقیق چه آموزش می دهد. در 1859 طبیعیدان انگلیسی چارلز داروین کتاب تاریخی خودش منشأ انواع که مجموعه گواه‌ها و مدارک گردآوری شده وی برای فرگشت با گزینش طبیعی بود را نشان داد. اگرچه داروین در نسخه اصلی هیچ اشاره‌ای به فرگشت انسان نکرده بود، ولی نشانه آشکار برای انجمن مسیحیان به شمار می‌رفت. شمار کمی از باورمندان دینی می‌دانند که داروین در آغاز می‌خواست کشیشی مسیحی شود و در دانشگاه کمبریج الهیات می‌خواند. در 1871 داروین کتاب دیگری چاپ و پخش نمود به نام تبار انسانی که به روشنی از فرگشت انسان نیز به همان گونه هواداری می‌نمود. از آن زمان از سوی روحانیت جهان دینی درباره چارلز داروین بدگویی نموده، بد نمایش داده شده و خار گردیده است. اگرچه داروین انسان سرفرازی بود و آرامگاه وی در کلیسای وست‌مینستر می باشد، یادآوری کوچکی از نام وی کام بنیادگرایان دینی را تلخ می نماید. به طور کلی طراحی هوشمند می آموزد که جهان ما و زندگی های در آن بسیار پیچیده تر از آن است که بدون راهنمایی یک نیروی طراح خردمند به هستی درآید. اگرچه علوم الهیاتی نیز به همین روش باور داشت که برای توضیح پیچیدگی جهان ما به خدا نیاز هست، طراحی هوشمند خودش را با روشی شگفت‌انگیز و شک‌برانگیز متفاوت می سازد. علوم الهیاتی به طور سنتی میگویند کتاب آسمانی هم عهد قدیم و هم عهد جدید به معنای واقعی درست است، در حالی که طراحی هوشمند درست بودن واقعی کتب آسمانی را نمیپذیرد. به نظر میرسد رهبران جنبش کنونی طراحی هوشمند با تمام وجود عهد جدید را پذیرفتند. آنها باور دارند که عیسی به معنای واقعی بر آب راه رفته، به واقع خوک را از شیطان پر نموده، به راستی درخت انجیر را جادو نموده و 100% عیسی پس از مرگ زنده شده و مانند اینها، و در مقابل درستی عهد عتیق را به طور کامل نمیپذیرند. طراحی هوشمند آشکارا کیهانشناسی مهبانگ یا همان بیگ بنگ را میپذیرد،
که اگر با بی‌طرفی گفتگو شود، هیچ گونه همانندی با داستان آفرینش آدم و حوا در 6 روز کتاب پیدایش ندارد. بنابراین با اصول مسیحیت سنتی، جنبش طراحی هوشمند یک کیش است، چون طراحی هوشمند پذیرش آموزه‌ها و تفسیرهای تاریخی کتب آسمانی را رد می‌کند. پس روزخوان‌های بازنگرنده نوینگرای طراحی هوشمند رویاروی مسیحیت متعارف بر پایه کتب آسمانی هستند. حال می‌رسیم به درویی کیش طراحی هوشمند. در حالی که آنها با خودپسندی لیبرال‌ها و الهیات لیبرالی را با هر گونه بدی که بشود گمان کرد گناهکار می‌دانند، رهبران طراحی هوشمند با درویی هسته اصلی الهیات لیبرالی را می‌پذیرند، یعنی باور به این که کتاب پیدایش را نمی‌توان به معنای اصلی دریافت. روزخوان‌های طراحی هوشمند همانا ادعا می‌کنند که کتاب پیدایش را همان گونه که نوشته شده باور دارند، ولی مانند همان خداپرستان لیبرالی که مسخره می‌کنند، درگیر کوشش برای تفسیر دوباره کتاب پیدایش برای هماهنگی با دانش نوین هستند. اندیشه پایانی. بگذارید گمان کنیم شما سراسر این کتاب را خوانده و هنوز دودل هستید که درباره جهان دیدگاهی سکولار یا خداپرستانه را برگزینید. اگر شما به جای یک دیدگاه سکولار دیندار شوید، آنگاه من و دیگر آزاداندیشان کمی ناراحت خواهیم شد، چون شما را همچون یک همقطار از دست داده ایم. ولی به هر آنچه که شما برای باور داشتن برگزینید ارج خواهیم گذاشت. پرونده بسته می شود. اگر شما آموزه های طراحی هوشمند و به طور کلی خداپرستانه را رد نمایید، آنگاه کسانی که به چنین آموزه‌هایی باور دارند گمان می‌کنند شما برای همیشه به دلیل این تصمیم به طور وحشتناکی در جهنم خواهید سوخت. پس از مرگ شما گوشت بدن شما کباب خواهد شد و شما دارای یک بدن ویژه غیر قابل تجزیه خردمندان طراحی شده خواهید بود که رنج شکنجه جاودانه را بکشید. حتی زبان شما بر طبق کتب آسمانی در آتش خواهد سوخت. برای پذیرفتن دانش سکولار شما جاودانه در جهنم خواهید بود. اگرچه این روزها از گفتن درباره عذاب دیدن همه بیدینان میان عموم مردم شرمگین هستند، ولی مذهبیون و طراحی هوشمند هنوز باور دارد که سوختن شما حتمی است. اگر تنها برای همین هم باشد، ما باید طراحی هوشمند و دین و مذهب را برای غیر منطقی بودن و غیر انسانی بودن رد نماییم.